سیاسی مختلف توی آمریکا باعث میشه که نتونن معلم‌های که مناسب نیستن که بعد هستن رو اخراج بکنن و برای همین کار ما یه مقدار مشکل تر میشه و بیشتر باید بتونیم در کنار فرزندانمون باشیم و باهاشون همراهی بکنیم و متوجه باشیم که واقعا مشکل کجاست. من یادمه توی ایران ما همیشه از معلم ها طرفداری میکردیم و میگفتیم معلمته، میخواد که یاد بگیری، حق داره، و اینجا یه مقداری باید واقعا مواظب بود و به بچه ها گوش داد. و من توی سخنانم راجع بهش مقداری صحبت خواهم کرد که وقتی بچه ها با این فشارا از مدرسه میان چطور باهاش درگیر بشین و چطور باهاش مواجه بشین. معلمین هر جایی که هستن به هر صورت دارن بهترین سعیشون رو میکنن، ولی اونها هم قرار نیستش که همیشه بهترین خودشون باشن، اونها هم ممکنه محدودیت هایی داشته باشن. در نتیجه آگاهی ما و اینی که فرزندمون چی احتیاج داره، چطور بتونیم در اون سیستم مدرسه راهی رو پیدا بکنیم که بتونیم با معلم، با مدیر مدرسه در تماس باشیم که به عنوان یک تیم کار بکنیم. خیلی موقع وقتی ما حاضر هستیم به عنوان پدر و مادر، به عنوان یک تیم با مدرسه کار بکنیم، راه اونها هم آسون تر میشه. چون خیلی موقع وقتی که بچه داره بالا پایین فشاری میاد، خیلی موقع از معلم ها که میپرسیم میگن تو خانواده حتما این اتفاقی داره میفته، دعواهای بین پدر و مادرها هست و و و. اینو خیلی هم میبینیم که وقتی فشار در مسیر خانواده هست، خب فشاری که به بچه ها داره میاد قدرت تمرکز اونها رو میگیره از اینی که بتونن فراگیری پیدا کنن، و بالعکس از اونجا ممکنه فشارهایی در مدرسه هست که اگر این فضای باز بودن خانواده نباشه که بتونن بچه گوش بدن، کمکش بکنن، برن به طرف اینی که خب چطور میتونن با این مسائل کارایی داشته باشن، این وقتی کمک از همه جا نیست اون بچه واقعا قدرتی نداره. یعنی شما نگاه کنید بچه 10 ساله، 12 ساله، حتی 15 ساله نسبت به خانواده خودش، پدر و مادرش، و نسبت به سیستم مدرسه و معلم و دبیرش قدرت آنچنانی نداره. یعنی تنها قدرت که داره که بخواد شکایت بکنه اینه که عکس العمل نشون بده، و هر چی عکس العمل بیشتر نشون بده دوباره کل خانواده و سیستم معلم ها دارن بیشتر روی اون فشار میارن. و بعد به خاطر همین ما باید فضایی رو باز کنیم که اون فرزندتون بتونه گفتاری داشته باشه تا از اونجا بتونیم بریم توی جای راه حل پیدا کردن، تا اینی که تشر زدن یا اینی که پیام رو اون بچه بگیره که من هیچی نمیشنم، هیچ کس من قبول نداره، برام سخته، ولی کسی نمیتونه کمک بکنه. بخوام برخورده، یکی از مسائلی که ما ایرانیان هم به نظر من در غربت پیدا کردیم که بسیار بسیار مشکله اینه که مسئله زبان و دانش به اون چیزی که دارن توی مدارس یاد میدن، و به دو نگاه، یکی اینه که خب ما از مملکت دیگه اومدیم و چیزهایی که یاد گرفتیم متفاوت بوده، و یکی اینه که آیا زبان رو داریم که اینجا کارایی داشته باشیم یا نه. خیلی از کسانی رو که من میبینم به خاطر مهاجرتی که کردن، پدر و مادر اون زبان قوی رو ندارن و خیلی سریع بچه هاشون زبان رو یاد گرفتن، حتی خجالت میگشن مادر پدرشون با لهجه فارسی برن حرف بزنن، و تا به در مادر میخوام برن مدرسه میگن نه 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 یا نه یا من خجالت میکشم. و در نتیجه کاری که کرده اینه که کاملا پدر مادرها رو عقب نگه داشته نسبت به اینه که این احساس قدرت رو بکنن و صلاحیت رو داشته باشن در خودشون دارن، ولی صلاحیت رو حس بکنن که بلندشون برن و با معلم‌ها صحبت بکنن، با دبیر صحبت بکنن، و بتونن اون حالت تیم، کارای تیمی رو باهاشون به وجود بیارن. وقتی این اتفاق میفته خود بچه هم، اون نوجوان یا جوان هم تازه احساس راحت تری میکنه، چون میبینه یه گروهی دارن براش کار میکنن تا اینه که بر ضدش کار بکنن و هی مکررن اون وسط خودش رو ندونه چی کار باید بکنه. چون بچه ها راه حل رو از پدر و مادرها یاد میگیرن، یعنی که اگه من مشکلی دارم با کسی که authority قوی تر از منه باید چی کار کرد رو مادر پدرشون رو نگاه میکنن، که اگه این مادر پدر اومد منطقی نشست و با اون معلم مسائل رو حل کرد، اون هم یاد میگیره که ای پس میشه، من میتونم منطقی حرفم رو بزنم، گفتاری داشته باشم، مسائل رو حل بکنم و برم جلو. ولی اگر که ببینه که مادر پدر میگن نه ما که هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، اونم حس میکنه که خب پس منم نه صلاحیتشو دارم نه تواناییشو دارم، و توی اون ضعفش گیر میکنه و احساس اینه که
چیز نیست، عدالت نیست و من قدرتی ندارم که کاری بکنم. اگر پدر و مادرها با حالت خیلی میدونین خشونت بیان و این حالت رو رفتار بکنن، همینه که هست اینجوری میکنم اونجوری میکنم، تهدید و اینجور چیزها بیاد، خب اونا یاد میگیرن که زور رو باید با تهدید و زور بیشتر باهاش کاری کرد، که همه جا کارایی نداره. شما میتونین دلتون بخواد زور آزمایی بکنین، ولی همه جا زور آزمایی کارایی نداره. در نتیجه باید یاد گرفت، حتی برای پدر و مادرها هم باید این فن رو یاد بگیرن که چطور با یک سیستمی که ساخته شده برای کمک به فرزندانشون، ولی هیچ سیستمی پرفکت نیست، هیچ سیستمی ایدئال نیست، یعنی همیشه ما میتونیم 4 تا ایراد از هر چیزی بگیریم، ولی اینی که چطور میتونیم اون جاهایی که ایراد به وجود میاد به عنوان یک تیمی که شاید کانسلر مدرسه است، نرس مدرسه است، معلم مدرسه است، پرینسیپل دبیر مدرسه است، مدیر مدرسه است و بعد پدر و مادر هستن و یا حتی پدر بزرگ یا مادر بزرگ هستن، این تیم بتونن با هم دیگه کار بکنن تا فرزند ما از این نطفه‌ای که به وجود اومده تا جایی که به ثمر برسه بتونه آروم آروم این مراحل رو رد بکنه و بره جلو. از کمک گرفتن، ساپورت گرفتن، پشتوانی گرفتن از کسایی که زبان انگلیسی رو بلد هستن بسیار مهمه توی همچین مواقعی، برای اینکه بتونن بین شما و سیستم مدرسه بشینن. من یادمه که وقتی معلم بودم، معلم کودکستان، و بودن پدر و مادران عزیزی که فارسیشون خیلی خوب بود ولی انگلیسیشون ضعیف بود و می اومدن با معلمای آمریکایی می‌خواستن صحبت بکنن، خیلی وقتا از قبل من زنگ می‌زدن و خواهش می‌کردن، می‌گفتن میتونی لطف کنی بیای با ما توی اون میتینگ بشینی که ما بفهمیم این دقیقاً چی داره میگه. و من واقعا لذت می‌بردم و مدارس خیلی زیادی به خصوص توی کالیفرنیا، توی لس آنجلس هستن که یا استاف دارن که فارسی زبان هستن و یا پرنت مادرایی دارن که فارسی زبان هستن و واقعا خوشحال میشن که چند لحظه وقتشون رو بدن برای اینکه بتونن چند جمله رو بین شما و مدیر یا شما و کانسلر در اون لحظه قراراتون رو میتونین صبح زود بذارین که میدونین اینا هستن و این کمک رو، این پشتیبانی رو بگیرین. و هر چقدر بیشتر شما با سیستم مدرسه در تماس باشین و اوضاع براتون روشن‌تر باشه، اجازه ندین که ندونستن زبون جلوی شما رو بگیره و بعد بخواین عقب بشینین و بچه شما بتونه یا همونجوری که خانم دکتر زینی گفتن احساس ناتوانی بکنه و یا اینکه احساس بکنه وقتی مادر دوستش داره میاد اون پشتوانی رو میکنه و اونو نداره، یه مقدار احساس تنهایی بکنه. خیلی از پدر و مادرها فکر میکنن وقتی که ما راجع به حمایت شما از فرزندانتون صحبت میکنیم، منظورمون اینه که بعد تمام مشقاش شما انجام بدین، تمام کارشون شما انجام بدین. به نظر من یکی از شاید غلط‌ترین کارهاست که شما میتونین انجام بدین، یکی از بچه عادت بکنه که خیلی زود عادت میکنه، خیلی هم زود منیپولیت میکنن، شروع میکنن به عناوین مختلف کارشون انداختن گردن شما. و اینی که چطور میشه به اون فرزندمون یاد بدیم در کنارش باشیم ولی کارش رو انجام ندیم. میدونم خیلی هم مشکله، ولی ماها معلم نیستیم و ترین هم نشدیم، یاد نگرفتیم که معلم باشیم. در نتیجه وقتی یه نفر میاد بچه‌مون میاد میگه این کارو بکن، میگه آقا آسون تره بذار خودم بکنم، آخرش رو میگیم برای اینکه دیگه شده 8 شب چشممون هم داره قلی قلی میره، 10 شب میرسه اونم خوابش میاد، عصبانی میشه، میگه بذار من آخرش رو انجام بدم بره. خب آخرش رو انجام دادن به فرزند شما یک پیام خیلی زیبایی رو میده، بذار اینقدر نیق بزنم کار رو باید بکنم، آخرش که مامانم انجام میده، بذار من دیگه انجام ندم دیگه، من بذار بازیامو بکنم تا زمانی که اون انجام بده. وقتی که این پیامو فرزند ما یاد گرفت، دیگه همه ما ها انسان ها راه آسونه رو میخواییم بریم و در نتیجه لحظه ای که شما راه آسونه رو پیدا بکنید و به دست فرزندتون بدین، اون هم اون رو دلش میخواد بره. در نتیجه گفتار ما از این پشتیبانی از فرزندانتون به منظور اینه که شما قرار همه مشقاشون رو انجام بدین نیست، به معنای اینه که چطوری سیستمی رو به اونها یاد بدین که اونها خودشون یادگیری، فرا گرفتن، ریسرچ کردن، دنبال مسائل رفتن رو لذت ببرن ازش و اون چیزی که پدیده‌ای که آخرش براشون اومده مال خودشونه و کیفشو دارن میکنن، چون اونانی که به دست آوردن و وقتی که به دست میارن اون وقت تشویقشون کردن و گفتن اینه که چقدر خوب بوده که این کار کردن، حتی اگر رفتن نمره آنچنان عالی نیاوردن، تشویق کردن اینه که خیلی خوشحالم که تا الان این کارا رو کردی، حالا ببینیم برای قسمت بعدی چه چیزایی باید اضافه بهش بشه که تو بتونی نمره بهتری بیاری، حاضری بری با معلمت صحبت کنی، ازش بپرسی اون چی بیشتر از تو احتیاج داره که اون قسمت هایی رو که هنوز باید انجام بدی بری جلو، یا خودتون باهاش برین و در کنار اون از معلم بپرسی، نه و
برای اون، بلکه در کنار اون بریم بپرسین که اون ببینه که از شما رومانلینگ رو بگیری که دارین از معلمش چجوری میپرسین. اینها کمک میکنه که اون فرزند شما خودش دوست داشته باشه که یاد بگیره، نه اینه که یاد گرفتن چیز زجرآوریه که هرچه زودتر بعد بدتش دست شما تا بره بازی بکنه. خود اون که یکی از مباحث اصلی که شما دارین صحبت میکنین، شوق آموختن رو در حقیقت به اونها یاد بدیم، در اونجاست که کارمون ممکنه برای یک سال سخت در باشه، ولی بهتون قول میدم 12 سال بعدش راحت هستین. و در حالی که وقتی اون کار رو نمی کنیم، فقط خودمون انجام میدیم، 12 سال دیگه در بال گردن خودتون هستن. تا دانشگاه باید تمام کاراشون رو خودتون انجام بدین، پیپراشون خودتون باید انجام بدین و گرفتاری سخت در میشه. بعد از اون 12 سالم اون راه و روشی رو که شما داشتین یاد میدادین، بهتون قول میدم من که گارانتی میکنه که بچه های شما دنبال اون چیزی رو که بهش بیشترین علاقه و بیشترین استعداد رو دارن برن و واقعا درش موفق بشن. یکی از یک دو تا از بحثای مهم من توی صحبتام، یکی راجع به این هست که چطور این رو درشون ایجاد بکنیم که یادگیری رو دوست داشته باشن، و دیگری این که بسیاری از پدر و مادرها وقتی تو اتاق میان مشکلشون اینه که من چجوری بچه‌هامو وادار بکنم که مشقشون رو بنویسن، درسشون رو بخونن، و خیلی وقتا دست میزنن به اینکه یا به بچه‌ها جایزه بدن، $1 بهت میدم میبرم برات اینو میخرم، بهت استار میدم وقتی 5 تا شد اینو اونو بهت میدم، که متاسفانه کاریاب نیست، کارساز نیست، و یا اینکه تلویزیون رو ازت میگیرم و شروع میکنن به تهدید و به تنبیه کردن. من این رو کاملا توضیح خواهم داد که چطور جاشو به سلبریشن، به جشن گرفتن موفقیت های حتی کوچیک، لغت بهتری باید پیدا کنم تا میگم جشن گرفتن، مردم فکر اون عروسی های $100,000 میفتن. سعی میکنم تا اون یک شنبه یه لغت خوب به جاش پیدا کنم، ولی اون و اینکه نتیجه کاری رو که میکنن و منفی هستش رو خودشون ببینن، و با سیستم بسیار ساده من کاملا باز میکنم و راجبش صحبت خواهم کرد، و اونجا خواهیم دید که چقدر اثرش متفاوته. و یکی از نتیجه های تفاوت این دوتا روش اینه که اولی جایزه و تنبیه سلف استیم رو، اعتماد به نفس رو از بچه ها میگیره و بهشون پیغامی رو میده که تو اگه کاری بکنی که من دوست دارم، اون وقت من دوستت دارم، یا اون وقت منم کاری رو میکنم که تو دوست داری، یا تو که داری این کار رو میکنی من دردم میگیره که تو درس نمیخونی، منم تلویزیون رو ازت میگیرم که تو دردت بگیره. و این پیغام کاملا حتی اون زیربنای عشق و رابطه شما باهاش هم یه مقداری به هم میریزه، در حالی که اون سلبریشن و کانسیکونس، اون جشن گرفتن و اون نتیجه رو دیدن، و یا اینکه نتیجه رو براش مشخص کنیم که قدردانی کردنه که بیشتر، حالا ممکنه جشن گرفتن با حتی قدردانی، مدل های مختلفی خودشو نشون بده، ممکنه کلامی باشه، ممکنه یک چیزی برای اون شخص گرفته بشه، میدونین اون ممکنه چه تو حالت هدیه باشه چه تو حالت قدردانی گفتاری باشه. دقیقاً تفاوت خود عملا فرق زیادی نمی کنه و بسیار ساده است، ولی فلسفه زیرش بسیار بسیار فرق می کنه، و نتیجهش اینه که بچه به خودش متکی باشه و حتی کردیتش، حتی اون بتونه بگه من این کارو انجام دادم، و خودش برداره و اعتماد به نفس بهش بده. این دوتا از بحثای خیلی مهم من خواهد بود توی قسمتی که من صحبت خواهم کرد. برای عزیزانی که لس آنجلس هستین و میتونین که خودتون رو به لس آنجلس برسونین، خیلی خوشحال میشیم که شما رو در خانه فرهنگ هنر ایران داشته باشیم، 2215 ساتکوی استریت تو کانوگا پارک، نزدیک وینتکا هستش در حقیقت، ساعت کوین وینتکا، پارکینگ هم به اندازه کافی اون روز خواهد بود برای شما عزیزان. اگر در لس آنجلس هستین یا در حومه شهر لس آنجلس هستین و به عناوین مختلف میتونید تشریف بیارید، خوشحال میشیم که حتما شما رو اونجا داشته باشیم، برای اینکه در کنارتون خواهیم بود. میتونین این پمفلت ها رو بگیرید که خیلی از اطلاعات دیگه ای رو در کنارش به شما دارن میدن، و اینی که خب 7 نفر از سخنرانان اونجا هستن، میتونین باهاشون گفتگویی داشته باشید بعد از اون. برای کسانی که با ما نیستین و در اونجا نخواهیم بود، امیدمون اینه که این رو بتونیم ضبط بکنیم
و بعدها در تلویزیون های مختلف در کنار با شما داشته باشیم. ولی خب اگر اونجا باشیم میگم سوال هایی که براتون مطرح میشه اونجا هستیم که بتونیم پاسخ بدیم بهتون. برای عزیزانی که این برسال موقعیت اومدن رو ندارن و کلن هم سمینار آگاهی دهنده است و این نیستش که برای هر کدوم از شرایط کودکان شما مدل به خصوص مسئله که تو فامیل شما داره اتفاق میفته هر چیزی که هست بتونه همه سوال ها رو در عرض 20 دقیقه که هر کدوم از سخنران رو دارن صحبت میکنن بهش رسیدگی بشه. میدونین که سخنرانی معمولا یک چیز جامع و عمومی